با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. ممنون از وقتتون. خواهش میکنم. من تماس گرفتم راجع به ریلیشنشیپی که هستم الان. یه چند تا سوال داشتم و چند تا بسیم با تون صحبت کنم. من 33 سالمه، یه برادر بزرگتر از خودم دارم. الان هم توی آمریکا هستم، حدود 9 ساله که اینجا هم. برادرم هم اینجاست، پدرم رفت آمد میکنن، اینجا کامل زندگی نمی کنن. بعد مادر چی؟ نه مادر چی؟ مادر فوت کردن حدود 15 سال پیش. به چه دلیل فوت کردن؟ تصادف. متاسفم. به من بگو که برادر شما چقدر فاصله دارن؟ ما 5 سال با هم تفاوت داریم. خب شما 9 سال قبل که آمدید اون موقع 24 سالتون بود، چی کرده بودید قبل از اون در ایران؟ درس چی خوندید؟ من تو ایران دانشگاه میرفتم که فارغ التحصیل شدم، کامپیوتر میخوندم تو ایران. بعد اینجام که اومدم دوباره یه لیسانس دیگه گرفتم زمینه HR و الان هم تو زمینه بنفیت و مثلا بیمه و کار بیمه و دیتا سپیشالیست در واقع کار میکنم. برادر چی؟ برادرم دامپزشکی، ایران خوندش، اینجا هم دامپزشکی. شغل پدر چیه؟ پدر کارش آزاد بود تو ایران، کارخونه داشته. بسیار. خب حالا دوستی که میخواید درباره صحبت کنید، این آقا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ ایرانی هن، ایشون هم 33 سالشونه، ایشون حدودن 17 ساله که اینجا هن. تقریبا زمانی که از زمان پای سکولشون تمام شده اومدن، دبیرستان تمام شده اومدن. بعد اینجا اکاونتینگ و بزنس لا خوندن، یعنی دابل میجر بودن. بعد MBAشون رو گرفتن، ولی خب اصلا کلن کاری که مثلا خب انجام میده کلن ربطی نداره به رشتهش. چه کاری میکنه؟ چه کار جواهرات و دایموند و اینا. خب برای چی رفتن این رشته ها رو خوندن؟ چون اصلا از بچگی تو چیز خانوادهشون بوده و بعد خب میدونم. خب درس رو برای چی؟ خب میتونستن توی زمین های مربوط به این کار برن. حالا به من بگید وقتی 16-17 سالگی اومدن فرزند چندم هستن؟ با کیا اومدن امریکا؟ ایشون دوتا برادرن، ایشون برادر کوچیکتره و تفاوت سنیشون هم همون 5 سال هستش. ایشون با خانواده اومدن، ولی خب مثلا خانواده یه جورایی اونم رفت آمد میکردن، اونجا نبودن، ولی خب هر موقع مثلا بودن هم مثلا بیشتر با ایشون بودن. اوکی. به من بگید چه مدلیست با هم آشنایید؟ ما حدودا 1 سال و نیمه. خب حالا برای چی تلفن کردی؟ جنبه های مثبت و منفی یا خوب و بدش چه هست این رابطه؟ نه از خود ایشون اصلا مثلا واقعا چیزی ندیدم. همیشه شما میدونم سوال میپرسین که ستا بهترین چیزایی که داره و خیلی مثلا من توش نوتیس کردم در مقایسه با مثلا ریلیشنشیپ های دیگه یا مثلا توی آدم های دیگه که دیدم. از نظر کامیونیکیت کردم خیلی خوبه، خیلی راحت میشه باش حرف زد. بعد خیلی سپورتیوه و خیلی مثلا تو جمع و اینو، نه فقط تو جمع ولی کلن همیشه خیلی احترام میذاره، همیشه خیلی رسپکت، همیشه در درجه اول قرار داره براش که مثلا به من احترام بذاره تو جمع، همیشه حواسش هست و خیلی مواظب تو این چیزا. بسیار جمعی. اگر بد و منفی هست چیه؟ منفی من یکی مشکلاتی که مثلا جدیدن یه جورایی مثلا چیز شده اینه که مثلا اگه یه سی ناراحت باشه یا مثلا یکی اذیتش کنه نمیاد بگه تا اینکه مثلا من بازش کنم یه جورایی. یعنی اگه مثلا من حرفی نزنم، مثلا من یه ماهی چی نگم، ولی مثلا ایشون مثلا یه چیزی رو دوست نداشته باشه، یه رفتاری دوست نداشته باشه، نمیگه. و تا اینکه من بازش کنم بعد میاد صحبت میکنیم مثلا و صحبت هم میکنیم رفت میشه. یعنی اینطور نیستش که
رفت نشه مشکل. خب شما از کجا میفهمید یه خبری هست؟ ببینم ایشون فرزند دومه مثل خود شما، ولی وقتی که مثلا برادر بزرگتری داشته به این نجرسی که ای حرف بزنه بیشتر به درد سر میافته. پس بنابراین بهتره یه مقداری قبول کنه، تحمل کنه و در نتیجه اگر خشمی هست تو خودش بریزه، که میدونیم یکی از چهار راه برخورد با خشمه که نوع بدش هم هست. حالا اون یه قصه دیگه. خب یه آدمیست که کم حرف میزنه، ولی وقتی شما بهش یه فضا رو دادید، امنیت رو دادید و ازش خواستید، خب اون موقع میگه که چه موضوعی ناراحتش کرده، اذیتش کرده و با شما راجبش صحبت میکنه. بعدم گفتید اون موقع در گفتگو و ارتباط یا کامیونیکیشن هم مسئله و مشکلی ندارید. خب اینو چرا اینقدر بزرگ و مهم شما گرفتید؟ نمیدونم، حس میکنم یکم مثلا همش حس میکنم که منتظر من یه کاری رو انجام بدم. مثلا من همیشه مثلا یه بار مثلا نمیشه که مثلا اون بیاد بگه که مثلا چرا اینطوریه، چرا ناراحتی، مثلا چرا مثلا اینجوری مثلا میگی. نه، سب کن. اینکه او رو شما ناراحت ببینید نگه یه مسئله است، ولی الان شما یه دفعه چرخوندیدش. اینجا مسئله منه که من اگر ناراحتم نمیاد بپرسه چرا ناراحت. این که نشانه خیلی چیزا میتونه باشه. نه، شما تکلیف رو روشن کنید. او وقتی ناراحت، مثلا فرض کنید شما یه حرفی زدید، کاری کردید، ناراحت نمیگه مگر اینکه شما مطرح کنید. این برداشتی بود که من از حرف اول شما کردم. اما الان یه دفعه میگید نه، من اگر ناراحت باشم نمیاد بپرسه تو چرا ناراحتی. خب بسیار از اونها مثلا کنجکاو نیستن، نه راجب خودشون نه دیگران. یعنی اگر فرض کنین 5 نفر بلا سرشون بیارن، نه به ذهنشون میارن نه مطرحش میکنن، حداقل 4 تاشون. در مورد شما هم اگر ناراحت هستید، خب همون رو در مورد شما اعمال میکنه، ازتون نمیپرسه چرا ناراحت هستید. ولی من هنوز پرسشم از شما اینه که کدام میشه و یا آیا هر دوشه؟ یکی از مثلا آخرین کانورسیشنی که ما داشتیم، خب مثلا خب من ناراحت بودم، ولی مثلا یه سیم خودم یکی مشکلاتی که دارم اینه که راحت حرف نمیزنم، یکم جمع میشه بعد صحبت میکنم. یعنی اگه یه چیزی ناراحتم کنه رایت اوی نمیرم مثلا صحبت کنم راجبش. خب با اسمه اینو میذاریم پسیو اگرسیو. یعنی جمع میشه منفجر میشه، هیچی هم خوب نیست. منفجر هم نمیشم، ولی میگم خیلی سعی میکنم که آرومو مثلا بیانش میکنم که مثلا من از همچین چیزی. ولی خب کانورسیشنی که ما چند وقت پیش داشتیم، مثلا من ازش پرسیدم که راجبه مثلا ریلیشنشیپمون مثلا چه احساسی داری، مثلا how do you feel about it. بعد میگه که مثلا حس میکنم مثلا یه مدت مثلا ناراحتی. میگم خب چرا مثلا نمیای بگی؟ میگه من مشکل دارم که مثلا سوال نمیپرسم. من یکی از مشکلات بزرگم اینه که سوال نمیپرسم. خب این که بزو نمیشه عزیزم. این نشون دهنده اینه که شما بعد از یک سال و نیم با هم راحت و آسوده نیستید و بعدم هر دو یک ویژگی روانی دارید که در ارتباط با دیگران آدم قرار نیست نه خودش باشه، نه صمیمانه و صادقانه حرفشو بزنه، نه بعدا در مسیر حلش بره. بلکه ما در دنیای زندگی میکنیم که به هر حال دشمنی است، کینه است، بدی است، از حرف دست رفتار استفاده و سوء استفاده میکنن. پس بنابراین یه مقدار کمترش و یا پنهان کردنش بهتره. هر دوتاتون هم فرزند دومید، با فاصله 5 سال از بزرگی که معلومه همیشه شما رو هر زمان که خواسته و یا اختلافی بود، البته تو سنینه کم نیست، ولی وقتی اون فرض کنین 10 سالش بوده شما 5 سالتون بوده، اگه شما یه کاری میکردید یا میرفتید سراغش و اون نمیخواست، خب واکنشش تون بوده. و هر دوی شما یاد گرفتید که مقدار مواظب و مراقب باشید. خب یه دلیلی هم که به سمت هم کشیده شدید این است که از این بابت با هم شباهتی دارید و خب این لازمش این است که هم مشکل رو از نظر روانی حل کنید، هم درست مثل آدمی که تو خیابون و سر کار یا دانشگاه لباسی میموشه متناسب اونجا، ولی تو خونه یه لباس دیگری داره. قبول کنید که ما در ارتباط با هم مثل آدمی هستیم که تو خونه ایم، با هر لباسی میشه بود و چرخید. قرار نیست که رابطه رو بر اساس بیرون برقرار کنیم. ولی
این چیزی نیست که عیب و ایراد یه رابطه باشه یا بعدم بگیم مسئله است. شما خودتون قرار نیست جمع کنید بعدن با یه جمع به سمت ایشون برید، ایشون هم اگر حرف نمیزنه و شما پس میکنید که چیزی خوب ازش بپرسید، کم کم اونم یاد میگیره حرف بزنه. خب چی فکر کردی تو این فاصله؟ من دو تا سوال ازتون دارم. سوال اول من این است که اگه درآمد شما 1000 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟ ایشون الان بزنس خودشو تازه شروع کرده، حدوداً میخوام بگم مثلا 6 ماه بزنس جدیدشو، یعنی کار قبلیش کویت کرده برای کس دیگه کار میکرده و الان داره بزنسشو میسازه. حالا 6 ماه قبل اونجا که کار میکرد چه درآمدی داشت؟ تقریباً 1 سال، ولی خب مثلا وقتی که از اونجا در اومدش و جاب آفرای دیگه گرفتش، میخوام بگم که مثلا حدوداً 3-3.5 برابر بیشتر از چیزی که من الان در میارم بهش آفر میدادن. اوکی، چرا شما به من ای من درست فهمیدمتون، شما درآمدتون قبلا 1000 بوده، ایشون هم 1000 بوده، از اونجا که بیرون اومده آفر 3000 و 3500 بهش دادن، چرا رفته دنبال کار خودش؟ همیشه میگه که من مثلا جزو آرزوهام بوده که مثلا من این بزنس برای خودم مثلا درست کنم و خب مثلا الان هم اولشه، خب با اینکه مثلا اولشه چی کار میخوام بکنن؟ این آرزو چی بود؟ در واقع مغازه خودشو زده و میخواد که مثلا بزرگترش بکنه. خب آخه این که میتونه با مسائل و مشکلات زیادی همراه باشه. آره خودش هم اینو میدونه. آخه این چی کار؟ شما ایشون نصب کنید، آخه ایشون یه حقوقی داشته، فرض ما از 1000 با شما 1000، حالا یه جز 1000 چرا بی خودی میخواد بره؟ آرزو داشته که جوی مغازه داشته بشه بزن، این یه آرزوی بزرگیه. یعنی ببینید من یه کمی نگران این هستم که خیلی واقع بینانه نیست. بعد بیزینس در امریکا واقعا اسمش به نظر من بیزینسه، یعنی یا بیزی نیست، یعنی بیزی توش میشه ولی غالب اوقات چیزی توش نیست و این برمیگره به یه دی و ضمناً یه کاریست که وقت بره، خطراتی داره. برخی از بیزینس ها در امریکا با یه درصد شکست و ورشکستگی هم راه، به دلیلی که کاملا خارج از اداره و کنترل شماست، اصلا تقصیری هم متوجه شما نیست. میدونید نمیدونم یه آدمی بره این همه درس بخونه، از 16-17 سالگی اینجا باشه، 16-17 سال تو امریکا باشه، درسشو خونده باشه، نمیدونم لیسانسشو بگیره، یه نوع فوق لیسانسشو بگیره، بعد بذاره کنار، بعد بره یک مغازه باز کنه، بگه از آرزوی بچگیم بوده. بر آرزوی بچگی چه اهمیت داره؟ آرزوی بچگی نه که آرزوی بچگی، ولی خب میگه من چندین سال این برنامه رو دارم واسش و چه برنامه‌ای نداره. این که آدم یه جای باز کنه، کالا رو بخره 10 دلار بفروشه 15 دلار. ببینید یعنی من بعدم کسی است که این گونه نبوده. پدرشون شغلش و کارشون چیه؟ ایشون هم شغلشون آزاد بوده ایران. اوکی. حالا بذارید بگم، پدر و مادر شما و پدر و پدر شما و پدر مادر او نظرشون راجع به این رابطه شما چیه؟ والا خیلی نمیدونم، من واقعا خیلی نیستم کام صحبت و مکالمه اونطوری هنوز، مثلا بابام در جریان هستش ولی هم نه کامل، خاطر اینکه اول که از راه دوره و یه کمی سخت نره توضیح دادن شرایط و همه چی براش. ما اون بابای ایشون رو من میبینم، میریم میایم، مثلا رفت آمده، مثلا مقدار من موافقت و مخالفتشون رو میخوام عزیز. راجب رابطه ما یا راجب رابطه شما نظر خاصی ندارم، خود شما دوتا نکردن هیچ وقت. خود شما چقدر از نظر فیزیکال اند سکچوال کاملا به هم اترکتد هستی تو برای هم جالب و جاذب و خوبید؟ بله. از این بابت هستید؟ بله، خیلی شبیهیم از خیلی نظر، از خیلی من نگران اون شدم اخلاقی مردم بابت نگران شد. آخه غالب اوقات هم شما به خاطر از دست دادن مادر و بعدم به هر حال شرایط مهاجرت، همیشون به خاطر اینکه توی سنی که عمر سن مناسبی نبود و بعدن با وجود اون همه درس خوندن دنبال این کاره. ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما شباهتمون شباهت مثبت،
یه زمانی هست که شهوات اون منفیه، یعنی من عرق خورم اونم عرق خوره، خیلی شبیه، ولی خب این که حسد کار نیست. نمیدونم خود شما دوتایی بعدم یک سال و نیم با همید، قرار خیلی بیشتر و بهتر هم دیگر میشناختید، هم مسائل مشکلات رو حل کرده بودید، هم پیش از این که الان از شما میشنوم به هم نزدیک و در مورد رابطتون مطمئن بودید، هم از اینکه باید باشه یا نه. چرا هنوز شک و دودلی هر دو دارید یا شما دارید؟ من یکی از علتهایی که فکر کنم مثلا کمی فاصله اینه، یک کمی طول کشیده اینه که من قبل از ایشون ازدواج کردم، بعد همسرم بعد از 2 سال فوت کرد، حدودا بعد از 6 ماه بعد از اینکه ایشون فوت کردن ما هم دیگر رو آشنا شدیم و یه جورایی کمی آن و آف بوده تا اینکه مثلا بعد یک کوچولو جنسان شروع کرد جدی شدن. همسرتون چرا از بین رفته؟ خودکشی. میدونید بیماری یا مشکلشون چه بود؟ انگزایتی و دپرشن. و شما اینا رو متوجه نبودی؟ چرا؟ تحت درمان بود ولی خب آقا وقتی تصمیم به ازدواج گرفتی اینا رو نمیدونستی؟ نه قبل از ازدواج نبوده، این بعد از کووید اتفاق افتاد. چگونه ایشون خودشون رو کشتن؟ کشت. چقدر از شما بزرگتر بوده؟ ایشون 3 سال از من بزرگتر. خب اونم یه مسئله هست. شما درباره روابط گذشته این دوستتون چقدر میدونید؟ ایشونم قبل از این که ما مثلا آشنا بشیم ایشونم نامزد داشتن که قرار بود نامزدشون از ایران بیارن این بر که مثلا که به خاطر یه سری مثلا مسائل خانوادگی و اینا به هم خورده. حالا اگر آنچه رو که درباره هم میدانید هر دو میدانستید این رابطه رو شروع میکردید؟ من خیلی چیز جدی توش نه، یعنی حس میکنم که با صحبت ها و به مرور زمان میتونه رفت بشه، چیزی که من به عنوان یه مثلا خب یه آدمه که مثلا تخصص اونجوری نداره با اینا. یکی از چیزایی که من یه وقتایی نمیدونم اذیتم میکنه ولی خب یه وقتایی هم میگم که خب خیلی از اینه که مثلا خب خیلی نظرها میچوره ولی خب هنوز میچوره نه، ولی خب نمیدونم که مثلا این میتونه مسئله خیلی مهمی باشه یا نه. کدوم موضوع؟ آخه شما چیزی که بیان میکنید این است که ایشون کمی خود داره، ولی اگر باش صحبت کنید و سر صحبت شما باز کنید و بهش این احساس امنیت رو بدید وارد بحث و گفتگو باهاتون میشه. خب اینکه برخی از اوقات آدم ها آغازگر نیستند تو بچه های دوم بسیار فراوونه، یعنی اینیشیتیویتی و کریتیویتی بیشتر اوقات مال بچه اولی، چون همیشه باید یه چیزی رو شروع میکرده، اون تعیین کننده و تصمیم گیرنده بوده، حتی اینکه چه بازی بکنیم یا چه کار بکنیم یا بریم سینما یا نریم، حتی تو سنین نوجوانی جوانی برای هر دوی شما از اون بابت میشه. ولی آقا شما عیب و ایراد دیگری روی ایشون نگذاشتید. حالا اگر من از ایشون بپرسم عیب و ایرادی که در شما میبینه چه هست، روی من چی میگه؟ اینو من تو خواهم همیشه این پرسم که مثلا کلن میگم که خب مثلا نظرت چیه راجع به رابطه همون، چیزی هستش که مثلا خب هر چند وقتی من ازش میپرسم که فکر میکنی چیزی هست که مثلا بتونیم مثلا ایمپروف کنیم مثلا بهترش کنیم و اینا، همیشه میگه نه چیزی نیسته و این کمی حس میکنم که نمیدونم مثلا توی رابطه سیفه یا مثلا حس میکنه که مثلا خیلی دیگه سیفه و فقط تنها چیزی که میگه مثلا یه کوچولو مثلا اخلاقتو مثلا خوب کن، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا میگه که مثلا من در مثلا میام توی وقت میام مثلا پیشه مثلا لبخند بزن، مثلا بیشتر لبخند بزن، ولی خب مثلا من میگم من میزنم ولی خب یه وقتای خب منم فکرم درگیره، منم مثلا چون میدونم کارم سخت بوده یا هرچی، نمیتونم همیشه مثلا فکر کنم، اگه مثلا انقدر کامفورتبلم که
خود واقعیمو نشون بدم از همه خیلی مهمتره تا اینکه پرتند کنم که مثلا. خب بله، ولی توصیه که میکنه این است که وقتی میرسید در خونه، اگر به هر حال توی محیط کارتون یا بیرون مسائل داشتید، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه حد اکثر صبر کنید، برگردید، حالا عادی پیدا کنید بیا تو. چون اونه که تو هستن که گناه نکردن که بار آسیبی که دیگران به شما زدن و ناراحتتون کردن رو به دوش بکشن. حالا مثلا دقیقاً چیزی که من بهش گفتم، گفتم من حدوداً نزدیک 3 سال و نیم از خونه کار کردم، یعنی کارم و خونم همه چیم یه جا بود، هم زندگی شخصیم با زندگی کاریم تو یه جا اتفاق میافتم. یکی برام سخت بوده، ولی خب بعد مثلا کارم رو دوست نداشتم، میزربل بودم، بهم گفت آره مثلا خیلی میزربلیم، گفتم خب یکم دارم سعی میکنم که بهتر کنم، کار جدید دارم میگیرم و از اینطور صحبت ها. حالا کدامتون مایل هستید همکتون پا پیش بگذارید و بگید ازدواج کنیم؟ اینم از صحبت های چند وقت پیش هم بود، چون من خب هر دومون وقتی اولش شروع کردیم آشنا شدن بحثمون این بودش که مثلا ازدواج کنیم، من میخوام تشکیل خانواده، من خیلی بچه برام مهمه، ایشون هم برش خیلی مهمه. و من مثلا چند وقت پیش باش صحبت کردم که ببینم مثلا کلن از نظر فکری کجاست راجع به این مسئله، و گفتش که من هنوزم دوست دارم که مثلا بقیه زندگی رو با تو بگذارونم، فقط من تنها مشکلم اینه که میخوام که بیزنسم یه ذره استبلش بشه، تنها چیزم همینه. بعد من گفتم که خب آره، ولی من نمیخوام 4 سال صبر کنم. آخه نه، صبر کنی که بیزنسشون صبر کنی شما بیزنس استبلش بشه که هیچ مسئله نیست. شما اگر ایشون به جای ساعتی روزی 8 ساعت بخواد 10 ساعت هم کار بکنه، یک هم هستید برای که آغاز کاره، هم ای بسا شرایط راحت داری برای او فراهم میکنید، حتی شاید هم در یه زمینایی بتونید کمکش کنید. میدونید این داستانه، این که من میخوام حالا بیزنسم به یه جایی برسه، این علامت و نشانه خوبی نیست. برای آدم قرار زندگی کنه و پیش بره، نه اینکه همجوری زندگی کردن متوقف کنه، پیش بره برسه به یه جایی بعد حالا بخواد شروع کنه به زندگی. اون ذهنیتی است که متاسفانه ما از ایران داریم، دلایل خاص خودش رو هم داره که تا بسیاری از وقت حرف این است که بچه‌ها قرار نیست که شادی کنن، لذت ببرن، فعلا با درس بخونن بعد برن اگر پسرن سربازی، بعد بیزنسشون راه بندازن، بعد پولدار بشن، بعد خونه بخرن، بعد خونه و زندگی پیدا کنن، مثلا حالا برن دنبال اینکه از بعد می‌خوایم زندگی کنیم. این وضعیت متاسفانه ادامه پیدا می‌کنه که خیلی از وقت بذار بیزنس اونقدر روش پیدا کنه، 2 شعبه بزنیم، بعد بچه‌ها بیان، بعد بذار اینا رو عروس و داماد کنیم، بعد نوه‌ها رو ببینیم، بعد همه این کارا رو که کردیم در سن 80 90 سالگی، حالا که از کار افتادیم، حالا بریم دور دنیا بچرخیم، که دور خودمون هم نمیتونیم بچرخیم. میدونین عزیز، این ذهنیت این که همه چیز رو به تأخیر بیانداز و لذت داشتنش رو در آینده اینقدر مهم کن که از خود لذت در آینده بیشتر باشه، آدمو غالبا بعد از این مدتی مایوس و نگران میکنه. به همچنین که یک کمی با هم بیشتر در این باره صحبت کنید، یا با یه نفر صحبت کنید ببینید به هم میخورید یا نه. من عیب و ایرادی آنچنان نمیبینم بر اساس حرفایی که شما زدید، ولی دلیلی هم برای اینکه بیشتر از 6 ماه دیگه این بازی رو ادامه بدید نمیبینم. و بعدم قصه بیزینس ایشون حقیقتش منو خوشحال نمیکنه، یعنی من میخوام بدم مطمئن بشم که ایشون واقعا مطالعه رو کرده، هومورکش رو به قول معروف انجام داده، متوجه شده از 10 تا بیزینس مانند این 7 تا 8 تاش میتونن ظرف چند سال موفق بشن و خیلی موفق بشن، و بنابراین بازار براش وجود داره، شرایط مناسبه، خودمونم آمادگی اون کار و فعالیت رو علاوه بر دانایش داره، بعد بره. و الا اینکه من دنبال رویای کودکیم یا نوجوانیم برم، اونم تازه در این حد چیزی نیست. من فکر کنم میدونم که تحقیقاتشو خیلی کرد، میگم چون از سن همون 16 سالگی که من خب نوع بیزینس که میخواد انجام بده، مغازه‌ای که همیشه چی کار میخواد بکنه، چی میخواد، چه بیزینسی هست عزیز، یعنی مغازه چی؟ گفتم کار جواهرات دایمنده. نه خب اون یه میدونم اون وسط 100 تا آدم یه نفر 2 نفر هم علاقه مند، هم استعداد و قابلیت رو داره، هم من نمیدونم بازار چه هست، و البته میشه فهمید خیلی منحصر به فرده، ممکنه برای 5 نفر بگیره یا نگیره، ولی برای یکی دیگه کاملا متفاوت باشه. ولی اینکه بخواید صبر کنی صبر کنی، برای
شما کنار هم این بس و هم امنیت و آرامش بیشتری برای کار و فعالیت میدید تا دور بودن از هم و درگیری های از این قبیل و بعد اونم چند سال گذشته. بنابراین به نظر من ظرف 6 ماه آینده باید تصمیمتون رو بگیرید، این طرف یا اون طرف. امیدوارم هرچی خیر سرایتونه اتفاق بیفته. خوش آشنام با